سلام میکنم خدمت جنابالی و همکاران خوب و زحمتکش شما. اصلا خدمت رو همجور که خب همه میدونن و اطلاع دارن، من خوزستانی هستم، اصالتا اهواز، مرکز استان اهواز. سال 1326 به دنیا آمدم. طبق معمول مثل بقیه بازیکنها از اون بچگی تو کوچه پسکوچه ها، تو آفتاب گرم، رو آسفالت داغ، اون زمین کوچه پسکوچه ها بازی میکردیم. یواش یواش به هر حال درسمون هم میخوندیم و زمانی که یه مقدار به نوجوانی رسیدیم اینها توجهات به ما جلب شد که ما را خواستن، رفتیم توی باشگاه بازی کنیم. اولین باشگاهی که من توش رفتم به صورت رسمی شروع کردم باشگاهی به نام دارایی اهواز. در باشگاه دارایی اهواز شروع کردم، فکر میکنم بین 16-17 بودم، دیپلم داشتیم میگرفتیم. مجددا ما را دعوت کردن انتخاب شدم تیم ملی. موقعی که به من گفتن انتخاب شدم تیم ملی، ما تماس گرفتن، من اصلا تعجب کردم چون سن من 17 سالش بود. هنوز کسی نداشتیم تو 17 سال که تیم ملی بخواد انتخاب بشه. من فکر میکردم که یه چیزی شدنی نیست هم چیزی. بعد گفتیم که خب اون موقع دو تا روزنامه ورزشی بیشتر هم نبود، اگر خاطرتون باشه، که اون ورزشی بود که دنیای ورزش، که اون ورزشی هم یه بزرگ بود روزنامهش. ما رفتیم و بغل روزنامه فروشی نگاه کنیم ببینیم عکس ما هست، اسم ما هست. بعد دیدیم که روزنامه رو برداریم، او آقای روزنامه فروش ما گفت دست نزن فلان، چون بچه بودیم دیگه، جوان بودیم. گفتم میخوام ببینم عکس اینو. گفت نه آقا دست نزن، میخوای بخر. دیدم نمیتونیم، پولم نداشت. ما رفتیم به یه مغازه، رسیدم دیدم که این روزنامه کیانورسی اون همیشه دستش هست. بعد من نگاه کردم ازش، میخواستم خواهش کنم که روزنامه رو به من بده اینا. من رفتم جلو یواش یواش، بعد برگشت که آقا چیه، چی میخوای؟ گفتم ببخشید این روزنامه رو شما؟ گفت آره میخوامش. گفتم ببخشید وقتی خوندش نمیخواش دیگه؟ من گفت نه اینو من میخوام، وقتی خوندمش بعد شما شیشامو پاک کنم، مغازه دار بود. بعد من گفتم خدایا حالا عکس من تو اینه، میخوای شیشه رو پاک کنه باش چیکار کنیم؟ بعد اومدیم گفتیم که خیلی خوب، وایسادیم تا بالاخره وایسادیم نگاه کرد، حالا بشه شکلی شد. گفت آقا بیا ببینیم هست عکس کجاست. ورق زدیم دیدم عکسش، عکس من هست. نفراتی که نگاه کردم، نفراتی که اون موقع من با اینا انتخاب شدم، مرحوم محمد رنجبر، مرحوم مهراب شارخی، مرحوم حمید شیرزادگان، اکثرشون، مرحوم همایون بهزادی، مرحوم حمید جاسمیان، جلال طالبی که الان زنده یاد تشریف دارن، و آقای نونو مربیانو، آقای فکری بود، حسن حبیبی، داریوش مصطفی، با این اکیب در این سن سال من انتخاب، پرویز قلیچخانی، با اینا من دیدم جز اینا هستم، اسمم هست، عکسم هم هست. نگاه کردم اصلا جا خوردم، دیدم که این آقا این روزنامه رو گوشه زیر پاش نشسته. گفتم آقا اسم من، عکس من اونجا هست. خب آقا شما مکی هستی؟ گفتم ببینم. گفت نگاه کرد، گفت ای این شما، ای واقعا شما فلانی هستی؟ خلاصه روزنامه رو بهمون داد و ما هم گرفتیم. دیگه به طرف خونه راه افتادیم، نه چشم جایی میدید، نه جایی که من انتخاب شدم. ولی وجدانا من خودم احساس میکردم که در سطح این تیم ملی نیستم. ناخواسته اومدن آقای خدا بیمان مدد نوعی، مدد نوعی یکی از خادمین به ورزش مملکت ما بود، سالیان سال خدمت کرد، یه آدم بیریا، متواضع، افتاده، اونش هم طرف های راه آهن بود. ایشون از طرف تیم پیکان، تازه تیم پیکانی تشکیل شده بود، از اون آقای محمود خیامی که ایران نسونال چیز کردن، تیم پیکان تشکیل شده بود که مربیش هم و بازیکنش آقای نادر لطیفی بودن. آقای نادر لطیفی، آقای مدد نوعی فرستاد جلو ما، گفتن آقا شما بیاید تهران با ما اونجا بازی کنید. گفتم من نمیتونم بیام، جا ندارم. گفت جا بهت میدیم، خونه وسط میگیریم. گفتم من دیپلم هم نگرفتم. گفت اونجا ثبت نام میکنید، درس هم اونجا بخونید. گفتم قضا رو چی بگم؟ گفت ما بهت هیچ چیز، نگران نباش. با 6,000 تومان هم به ما پول دادن، کلا 6,000 تومان ما را به قول من قراردادمون 6,000 تومان. ما اومدیم تهران، توی امیریه سر مختاری، اونجا یه پاساج داد، اونجا یه آپارتمان واسه ما گرفتن. خودم به آپارتمان بود تنهایی، یه چلو کبابی هم بود اونجا، میرفتم غذا رو میخوردم، میزا میکردم. دبیرستان ملی شاه عباس هم اون اسمش الان عوض شده،
اونجا هم ثبت نام هم کردم، من دیپلم همینجا گرفتم. دیپلم گرفتیم و تو تیم پیکان بازی کردم. با همین تیم پیکانی که آقای علی پروین هم بودش، آقای اوسو کیانی بودش، آقای خود نادر لطیفی بودش، آقای همیشه جوان خدا رحمتش کنه بازیکن خوب ایشون بودن، اومدن با این تیم ها قهرمان تهران شدیم. این اون سالیه که بازیکنای پرسپولیس تهران نیومده بودن. اون سال نیومدن؟ نه هنوز. تو پیکان یک سال قهرمان شد آخر. یک سال، همون یک سال. اون سالی نیست که بازیکنای پرسپولیس رو با طی قرارداد از آقای عبدو قرض میگیرن و همشون میان به تیم پیکان و پیکان قهرمان میشه. 48 فکر کنم. سال بعدش بود. سال قبلش اینا بود که آقای مهندس امیر عابدینی هم مدیر عامل پرسپولیس اونم بود تو تیم ما. اونم بازی میکرد با تیم. با اون تیم ما قهرمان شدیم. کل فوتبال ما در تیم پاس تا سال 57 تمام شد تیم پاس و کلیه فوتبال ما در تیم پاس بود. حالا با تیم ملی بودم، با تیم ارتش بودم، با تیم پاس بودم، ضمناً با عنوان کمکی با تیم پرسپولیس. بله. من کویت رفتم، با تیم استقلال رفتم بازی کردم یکی دو جا. به هر حال به حسب اون حساب وضعیت فیزیکی و عرض کردم تکنیکی و بازی که من داشتم تو خط دفاع و پست اصلی من دفاع وسط هم هست و من داشت هر 11 پست رو بازی کردم. شما با تیم یه بازی داشتیم در تهران با تیم باشگاهی بود، دروازه‌بان ما یه دونه بیشتر نشون که مرحوم تیمسار نیک نفس که خب چند وقت پیش فوت کرد، ایشون دروازه‌بان ایشون ضربه خورد و مجروح شد و نتونست بازی کنه. من مونن آقای حبیبی گفت میدونم، گفتم آره، لباس گلری بود، رفتم دروازه‌بان هم وایسادم. حدود یک هفته میشد من دروازه‌بان بودم. بقیه تیم مثلا آقای رایکوف از من هافبک انتخاب کرد، سنت فوروارد انتخاب بازی گرفت، تو همه رشتات با بازی با شیلی که در برزیل گل زدم هافبک بازی کردم، ولی پست اصلی من دفاع بود و زمانی هم که دفاع بازی میکنم من تقریبا خدمت رو عرض کنم دنباله صحبت هام میتونم بگم با سه نسل فوتبال بازی کردم، فوتبال بازی کردم، نه اینکه تحمیل شدم یا تحمل کردن. سال 49 به تیم پاس فکر میکنم میرید، همون سال یه برد خوب جلوی استقلال میارین، جلوی تاج میارین، قهرمان جام حذفی میشین فکر میکنم، گل هم میزنین تو اون بازی. اون گل من خاطره اون بازی رو که سال قبلش انگار 4-1 باخته بوده پاس به تاج که شما میایین 3-1 میبرین. بله اون جام حذفی بود که به حساب خیلی هم امجدی سابق شیرودی فعلی بازی میکردیم، تماشاگرم زیاد اومده بود و ما اون شب به هر حال بازی خوبی کردیم، بچه ها همه خوب بازی کردن و شانس من این بود که کورنر زدم، استوسینه کردم، من با پای راست زدم، مرحوم ناصر حجازی هم تو دروازه بود، قشنگ رفت بالای سر اونو پورهیدری، قشنگ لبه تیر ثابت، نمیتونستم برسم به تو، افتاد. گل اولا من زدم، بعدش یکی مثل اصغر شرفی زد و فکر میکنم خاطرم باشه این بردیم جام حذفی هم شب قهرمان شدیم. قهرمان شدیم. بله درسته. یه جلسه آقای شهردار ما رو دعوت کرده بود، جلسه پیشکسوتا دور هم توی میدون فرقه، اونجا یه جلسه بزرگی بود، ما رفتیم اونجا، ما هم دعوت کرده بودن از همه رشته‌های ورزشی، همه رو دعوت می‌کردن از همه رشته ها، کیا پیشکسوتا رو، ما هم دعوت شد رفتیم اونجا و بعد که رسیدیم آقای شهردار اومد منو گرفت بغل کرد بود، آقا من شاگرد شما، من سرباز شما، دیدم چیز میگفتم نه آقا نفرمایید این حرفا چیه فلان، گفت نه من وجدانم میگم من در فلان شهر فلان جا من فلانی ام سربازتون، ای راست می سرباز من بوده. خلاصه تو جلسه که رفتیم من بغل دست خوش نشون ما نشستم اونجا، جلسه بود که عرض کردم چیزی حدود شاید بالای 100 نفر آدم بودن از بزرگان و پیشکسوتان و اسطوره های ورزش مملکت ما در همه رشته ها، ما هم نشسته بودیم، بعد به من گفت که این ردیف این برای می تو آخر، گفتم آره، گفت این ردیف آخره که من حساب کنم سنشو بالای 2500 ساله این برای من، یه خود مکسی کردم بعد دارم آقای شهردار ببخشید من یه سوال از شما دارم، گفتم شما با سنشو کاری نداشته باش ببخشید، شما برای این جلسه که الان داره میبینی آیا وزنه میتونی گیر بیاره که این وزن جلسه رو مشخص کنه؟ الان اگه تهران بفهمن که کیا اینجا هستن، آقای محمد نصیری، آقای برزگر، آقای نمیم و همینجور آقای طالقانی، آقای کلانی،
از بسکتبال بود، از والیبال بود، از دومه همه. گفتم شما یه وزنه بیار، وزنه جلسه رو بود. اگه تونستی نمیتونی. آقا یه اشاره، شما چند بار قهرمان جام ملت‌ها شدیم با تیم ملی؟ یک بار یا دو بار؟ یه بار در یک بار. در این قهرمانی فکر می‌کنم با آقای حبیبی فکر می‌کنم به دست میاد، درسته؟ نه. اشاره می‌کنید توضیح آقای رنجبر بودن؟ آقای رنجبر و آقای دهداری. توضیح میدین؟ به اتفاق هم بودن، در تایلند بود، خیلی هم گرم بود و فینال هم با کره بود، کره رو 2-1 بردیم. خدمتتون عرض کنم که در شرایط بسیار سختی بود که ما اون جامو بردیم و قهرمان شدیم. از اون بعد یه فکر کنم یه بار دیگه قهرمان شدیم، یه بار دیگه هم قهرمان میشیم. دیگه قهرمان نشد در نزدیک 50 ساله. یه بار دیگه با آقای شرفی قهرمان میشیم تهران. خدمتتون عرض کنم که خب خیلی شرایط سختی بود برای ما، چه تو اون آب و هوای اونجا در اون موقع تام وضعیت بزن تا 70 بود اگه خاطرم، 70 میلادی. به هر حال بازیش سختی بود. ما یه بازی با یادم میاد که خیلی نه از خاطر من تنها، کلیه بازیکن‌ها خاطرشون نخواهد رفت. یه بازی داشتیم با تایلند، تایلندی که تای جدول بود دو تا گل به ما زده بود، 2-0 جلو بود. ما همه مونده بودیم که تمام حذف می‌شدیم. یه دفعه در عرض 5 دقیقه فکر کنم در عرض 5 دقیقه علی جباری 3 تا گل زد پشت سر هم. این گلا رو که زد اصلا مثل که ما رو یو از توی یک مخمصه خیلی بزرگ خوردن بیرون، نجاتمون داد. اون اگه باخته بودیم رفته بودیم دیگه. اون که بردیم بعدش دیگه حواسمون رو جمع کردیم و اون موقع مرحوم دهداری خیلی زحمت کشید، مرحوم رنجبر همچنین، و بعد همون سال انتخابم شدیم برای المپیک. که بعد بازی میدین که شما یه گل دو تا بازی بعد انجام میدیم، 4 تا 5 تا میخوریم. بله. بازی آخر برزیل رو میبریم که شما یه گل میزنین. خاطره خوش اون المپیک. بله، با المپیک هم که رفتیم خدمتتون عرض کنم، خب جزء به قول اون خاصا و آرزوهای هر ورزشکاریه که بتونه المپیک بره. حالا ورودی به المپیک یه طرف، گرفتن مدال و مقام و جایگاهشون هم جایگاه خودشو داره. منتهاش خب ما اون موقع که ما رفتیم با تیم‌های دیگه مثلا مجارستان که تو گروه ما بود چند بار قهرمان المپیک شده بود، یا مثلا دانمارک همچنین، بهترین تیم‌ها هم موقع دانمارک و مجارستان بود تو المپیک. ما که رفتیم اونجا اونا بازی تدارکاتی، ما بازی تدارکاتی نداشتیم اصلا. بازی که تدارکاتی باشه، بازی تدارکاتی اصلا نداشتیم و فقط یه مقدار خودمون با خودمون تمرین کردیم. اون رفت اون رفتیم اونجا فکر میکردیم اون موقع که رفتیم المپیک دیگه کار تمومه. اون موقع اینجوری فکر میکردیم این کار اشتباه بوده. برای رفتن به المپیک در یک محل، در یک جایگاه به این وسعت، به این بزرگی، آدم نیاز به تدارکات خیلی زیادی داره. شما نمیتونید فرض کن به یه نفر مسئولیت تام بدی ولی امکانات ندی، اجازه بهش ندی، مسائلی که میخواد براش ایجاد نکنی، برنامه نداشته باشه، دانشش کم باشه، اینا همه به هم وصلن. ما همینجور المپیک باید به ما اعلام کنن آقا بریم وسط هم بعد پاشم بریم المپیک. نمیشه، المپیک جایگاهش فرق کنه با جای دیگه. در نهایت همینجور که شما فرمودین ما با چیه 4 تا 5 تا با اجازه مجموع 9 تا گل از مجارستان دانمارک خوردیم و بعد بازی سمون با برزیل بود. برزیلی که از اون گونه هم در طب باید سعود میکرد، ولی خب دیگه به هر حال من اون موقع تو خط دفاع جز دفاعی بودم که اکثرا تو حمله شرکت میکردم، میومدم جلو و به قول خودش حالا من شوتای سنگینی داشتم میزدم. توپ به شیلی هم گل زدم، با شیلی تو جام جهانی برزیل، اونجا با شیلی هم گل زدم. حالا ما توپ گرفتیم اومدیم جلو، خاصان به پرویز قرشنی پاس دادیم، پرویز قرشنی گرفت رفت جلو ازش گرفتم، برگشتن دوباره من گرفتم و بعد از فاصله 40 متری 43-45 40 متری بود شوت زدیم و خوب جایی رفت که دروازه‌بان که دو تا دروازه‌بان هم نمیتونست بهش برسه. به هر حال این توپ رفت و گل شد و به نام من ثبت شد. ولی من معتقد هستم تمام گل‌هایی که زده میشه در فوتبال گل ها به نام افراد است، آخرین لمس یا آخر میخوره به کتش یا گل به خودیه یا هرچی، اینا از لحاظ ثبت و اسم و اینا درست کاره. ولی من معتقد هستم که همه با هم کار کردن و ضربه آخر من زدم که رفت تو گل. همه سهیمن، حتی مربی سهیمه، حتی تماشاچی
تماشاگر سهیمه، حتی ملت ایران سهیمه توی اون پیروزی، اون موفقیت. شما چرا تو جام جهانی 78 تیم ملی رو همراهی نمی کنید؟ علتش چی بوده؟ حالا سلیقه آقای مهاجرانی بوده، حالا مصونیت بوده، ما نمیدونیم. شما خودتون میدونید چرا تو 78 نیستین؟ خدمت رو عرض کنم که متاسفانه دم همون بازی ها و اردو تیم ملی من، مادرم مریض میشه. مادرم که مریض شد از شهرستان انتقال دادن تهران، در بیمارستان آپادانای الان که خیابون رسیده اونجا بستری بود. آقای دکتر سیرفی هم اونجا تشریف داشتن. مادرم اومدن دیگه، زمانی انتقال پیدا کرد به تهران برای معالجه و اینا که دیگه دیر شده بود، چون دو سه تا مریضی سخت داشت، مشکل داشت اینا. کار خوشونم کردن، البته پزشکا زحمتشونم کشیدن، ولی متاسفانه مادر من هم اونجا فوت کرد که من تو اردو بودم. و بعد رفتم به مسئول چیز اردو، مسئول مربیم بهش گفتم آقا، زنگ زدن به من گفتن که آقا سریع بیا بیمارستان، مادرم مریضه، میخوام برم اجنه برم. به من اینجوری هم که اگر از رفتی برو دیگه نیا، اگر نه اون مادر دیگه. ما هم رفتیم اونجا، رسیدم دیدم آقای اصغر شرفی و هشمت مهاجری اونجا هستن. رسیدم دم به بیمارستان، منو بغل کردن و بهم تسلیت گفتن. ما نشسته بودیم اینجوری، مربی ایستاده بود داشت بس ما صحبت میکرد. بعد من دیدم که این مربیه خیره شده به پاهای من، همینجوری نگاه میکنه. من نگاه کردم به پاهم، ببینم چیه جرن. دیدم کفشم وصله داره، کفش فوتبال پای من، کفش من تو المپیک وصله داشته. این وصله داره یادم بردم پیش آقای محلاتی بغل شیرودی امجدی، بغل همون یه کفش روزی با دست اون وسم وصله کرده بود. با کفش وصله دار به برزیل گل زدم. ولی الان بازیکنی داریم 60-70 میلیارد پول گرفته، 5 تا توپ تو زمین بهش داری، 5 تا 4 تاشو خراب کرد، لو داد، از دست داد.